شورایی اکنون در بخش دوم از برنامه امشب درباره بحران سیاسی عراق میزه گردی سیاسی داریم با حضور رفقا فرهاد شعبانی از حزب کمونیست ایران، توکل از سازمان فدایان اقلیت و حبیب ریاهی از سازمان راه کارگر. ما رو در این گفتگو همراهی کنید. رفقای گرامی، با درود به شما و ممنونیم که دعوت ما رو از تلویزیون دموکراسی شورایی برای این گفتگو پذیرفتید. اگر موافق باشید من نخستین سوالم رو درباره بحران سیاسی عراق با رفیق حبیب ریاهی از سازمان راه کارگر آغاز میکنم. رفیق حبیب ریاهی، ضمن خوش آمدگویی به شما در برنامه امشب، همون گونه که به خوبی در جریان هستید، نخست وزیر جدید عراق حیدر عبادی با تایید رسمی دولت آمریکا، جمهوری اسلامی و گروه‌های از هیئت حاکمه عراق تعیین شد. انتخاب او چه تأثیری بر بحران سیاسی و جنگ داخلی در عراق خواهد داشت؟ به شما گوش می‌کنیم. رفیق حبیب ریاهی، بفرمایید، میکروفون با شماست. منم سلام میکنم خدمت شما و مهمانان عزیزتون و همچنین به بینندگان عزیز دموکراسی شورایی. مقدمتا این رو عرض کنم خدمت شما که آقای عبادی دکترای برق داشته از انگلستان و وزیر ارتباطات بوده توی همین ائتلاف حزب الدعوه، یعنی ائتلافی که مالکی در رأس اون بوده. بعد از اون سال 1981 مسئول دفتر، یعنی مسئول حزب الدعوه بوده در خاورمیانه، دفتر داشته در بیروت. در ضمن نکته نسبتاً جالب اینه که ایشون در انگلستان علوم قرآنی تدریس میکرده، یعنی یکی از جنس و جنم همین ائتلاف حزب الدعوه هست که آقای مالکی در رأس اون بوده و تمام این سالها با اون همکاری کرده. در تمام جنایت ها و سرکوب هایی که اون داشته، مالکی داشته، شرکت داشته، یعنی اگر هم شرکت نداشته سکوت کرده و اینها همه رو میشه به حساب ایشون ضبط کرد. و اینکه چه تأثیراتی اینا میتونه داشته باشه در نوع انتخابی که داره، به دلیل اینکه یک فرد کاملا مذهبی و مرتجعی هست که باید تحت فشار بسیار زیادی باشه از طرف آمریکا که بتونه این برنامه‌ای که آمریکا و ایران و عربستان سعودی همه موافقت کردن که ایشون بیاد رو بتونه پیاده بکنه. ایشون 30 روز وقت داشته و وقت داره که همه این 3 گروه رو، یعنی اقلیت سنی، کردها و بقیه اقلیت‌ها رو به اضافه شیعیان رو طوری سازماندهی بکنه در دولت که رضایت مخصوصاً آمریکا رو جلب بکنه. و آمریکا در واقع به این 30 روز رو وقت داده و گفته هر نوع کمکی من به شما میکنم مشروط بر اینه که تمام خواستای این گروه های دیگه که شما تا حالا اونها رو نادیده میگرفتی رو برآورده کنید. من یه نکته اینجا اضافه میکنم به این صحبتم و اونم اینه که در سال 2010 تو انتخاباتی که بود، ائتلاف العراقیه که یک ائتلافی از سنیای ملی و سکولار، اون برنده انتخابات 2010 بود و اونجا 80% آرا آورده بود که از اکثر اون از سنی ها بود، ولی بسیاری از شیعه ها هم از اون حمایت کرد. مالکی اومد اینها رو سرکوب کرد به اتهام هواداری از هواداران رئیس جمهور سابق عراق و اونا رو سرکوب کرد، تعداد زیادی از اونا رو به زندان انداخت
و تعدادشون هم کشت زیر شکنجه. حالا اون چی که برای من تا حدودی میتونم بگم که نمیشه زیاد خوشبین بود این هست که چطور میتونه این آقای حیدر عبادی این خواستها رو و این مجموعه رو طی یک ماه دور هم بیاره، خواستای اون رو برآورده بکنه، در این حال که دوتا از برادراش رو صدام کشته و کینه عجیبی قاعدتا نسبت به سنیا و طرفداران صدام داره. در ضمن این هم باز یه نکته‌ای که باید روش دقت بکنیم، این که سران عشائر اعلام آمادگی کردن پشت درهای بسته چه جریاناتی وجود داشته و چه قول و قرارهای آمریکا به اینها داده یا ایران به اینها داده و چطوره که تو این حرکت عربستان سعودی در واقع هم که مخالف ایرانه اونم توافق کرده رو این فرد. اینا البته مسائلیه که باید منتظر بود و دید که به کجا میکشه. به نظر من به عنوان این که یک فرصتی باشه برای شیعه هایی که حد اکثر دارن اونجا و تا حالا هرچه قول و قرار دادن به اقلیت های سنی و اقلیت های دیگه همه رو زیر پا گذاشتن، حتی قول و قرارهایی که به کردها دادن هم اونها رو هم پشت پا زدن، یک مقداری باید منتظر بودید که ببینیم تا کجا این میتونه پیش بره. و نکته آخر این که هر یک از این جناح ها عربستان سعودی یا ایران تو این زمینه پیش ببره کار خودش رو، باز سرآغاز یک نوع تضاد و بحرانیه که میتونه گریبان دولت آقای عبادی رو بگیره، یه بحران سیاسی جدیدی به وجود بیاره برای اون. ولی اگر بتونه آقای عبادی خواستای مجموع خواستایی که تحت فشار آمریکا باید برآورده بکنه تا حدودی بهش برسه و انجام بده، میتونه نوعی آرامش سیاسی در عراق به وجود بیاد. یعنی حداقل فرصت میتونه پیدا بکنه عبادی که ارتش رو تا حدودی جمع جور بکنه و آمادگی داشته باشه برای حملات بعدی داعش که جنگ داخلی رو بتونه جلوشو بگیره. بله، سپاسگزاریم از شما رفیق حبیب ریاحی گرامی. اجازه بدید نخستین سوال رو با خوش آمدگویی مجدد به رفیق شعبانی از ایشون آغاز بکنیم. رفیق فراد شعبانی، نظر شما رو در این باره، یعنی انتخاب حیدر عبادی و تأثیر اون بر بحران سیاسی و جنگ داخلی عراق میشنویم، بفرمایید. من اجازه بدید مقدمتاً خدمت مهمانان عزیز این برنامه رفیق حبیب ریاحی و رفیق توکل عرض سلام داشته باشم و همچنین خدمت بینندگان عزیز تلویزیون دموکراسی شورایی عرض سلام دارم. خدمتون عرض بشه که کشور عراق از نوری مالکی طی فرمانی که فؤاد معصوم رئیس جمهور کرد صادر کرد عبور کرده، ولی حقیقتش اینه، این به این معنا نیست که حیدر عبادی که به عنوان نخست وزیر در طی سازشی که آمریکایی‌ها با ایران و عربستان و حتی جناحایی در داخل خود عراق داشتن میتونن آرامش رو در کوتاه مدت به عراق برگردونن. علتش هم اینه که سالهاست که در عراق قدرت رو در پارلمان تعیین نمی‌کنن، قدرت بیرون از پارلمانه. شما اگر به صحنه سیاسی عراق نگاه بکنید، ما در حال حاضر با گروه های مسلحی روبرو هستیم که هر کدوم از یکی از رهبران شیعه و سنی و کرد در عراق دستور میگیرند، نه از دولت مرکزی. ما مقتدار صدر رو داریم در شهرک صدر با تعداد چند هزار نیروی مسلح و مجهز به سلاحایی که از ایران دریافت میکنند. عمار حکیم و سپاه بدر رو داریم که خودشون برای خودشون یک ارتش ساختن. بیرون از اونا میاییم، خود نوری مالکی اگه توجه داشته باشن رفقاتا، یه چند روز گذشته درست همون روزی که فؤاد معصوم حیدر عبادی رو به عنوان نخست وزیر معرفی کرد،
سه لشکر رو به فرمان نوری مالکی در خیابان‌های بغداد مستقر کردند و حتی منطقه سبز در عراق و کاخ ریاست جمهوری رو که در اون نمایندگان پارلمان کرد و همچنین وزیران کرد و خود شخص فؤاد معصوم درش مستقر بودن رو محاصره کرده بودند. از طرف دیگر اگر یک قدم اونورتر بریم، الان سه استان یا چهار استان از استانهای عراق، انبار، دیاله، صلاح الدین، نینوا، اینا در کنترل نیروهای مسلح داعش در همکاری با نیروهای وابسته به عزت‌جویی و نقشبندی ها در عراق و عشایره عرب عراق. به کردستان وقتی نگاه بکنیم یه مقدار انسجام بیشتری رو میبینیم در کردستان، یک حکومت محلی خودمختار که حدود 20 سال از عمرش میگذره، منتها در خود درون خود حکومت خودمختار کردستان عراق با نیروهای مسلح جداگانه‌ای ما رو برو هستیم. حزب دموکرات کردستان عراق رو داریم، اتحادیه میهنی کردستان عراق رو داریم، گوران رو داریم، یعنی حزب تغییر رو داریم، که همه اینها نیروهای مسلح وابسته به خودشون یا پیشمرگهای وابسته به خودشون رو دارن و از طرف دیگر دخالت حکومت‌های چون ترکیه، عربستان سعودی و ایران رو داریم که هر کدوم از این دولت‌ها دارای منافع بلند مدت و کوتاه مدت اقتصادی و سیاسی در عراق هستن. آیا به نظر میرسه که یک ماهی که رفیق حبیب ریاحی بهش اشاره کردن که مطابق ماده 76 قانون اساسی عراق باید حیدر عبادی بتونه طی یک ماه کابینه‌شو معرفی بکنه و این به اوضاع عراق سر و سامان بده، به نظر نمیرسه در این در کوتاه مدت این آرامش بتونه به عراق برگرده، در حالی که شعار اصلی آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها و خود حیدر عبادی متحد کردن عراقی‌ها بر علیه حملات داعش در عراقه. و این خیلی مهمه، 25% از خاک کردستان، اقلیم کردستان طی یک هفته 10 روز گذشته، یعنی از سوم ماه اوت به این ور تا این لحظه به کنترل نیروهای داعش در اومده و علارغم پاتک نیروهای پیشمرگ یا ضد حمله برای بازپسگیری این مناطق، ما هنوز نیروهای پیشمرگ به طور کلی، منظورم از پکاکا یپگی از کردستان سوریه، نیروهای اتحادیه میهنی حزب دموکرات کردستان و نیروهای مردمی، هنوز تونستن دو تا شهر مهم رو به تصرفشون در بیارن، یکی مخمور، یکی اونم شهر مهم نیستن، قصبه است، شهر سنجار یا شنگال به زبان کردی، که بیش از 100,000 نفر از کردها که از اقلیت ایزدی کردستان عراق هستن ازش آواره شدن و به کوهستان‌های سنجار پناه بردن، هنوز سنجار در کنترل نیروهای داعش و همین عصر امروز ما شاهد این بودیم که به یکی از روستاهای اطراف شنگال حمله کردن و مردم رو قتل عام کردن، به معنای واقعی کلمه قتل عام. در این اوضاع پیچیده‌ای که در عراق به وجود آمده، من شخصا در کوتاه مدت زیاد خوشبین نیستم که خود حیدر عبادی بتونه آرامشی رو به عراق باز گردونه. باید منتظر ماند و دید ببینیم صحنه سیاسی و اوضاع نظامی عراق به کدام سمت میل خواهد کرد و غربی ها تا چه حد از این حمایت هایی که میگن و گفتن و تصویب کردن پیشروی خواهند کرد. این در حالی است که همین امروز که ما داریم با این گفتگو رو انجام میدیم، اتحادیه اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا طی نشستی که امروز برگزار کردن، وقتی از حمایت نظامی برای عراق صحبت کردن، دولت مرکزی عراق رو دور زدن و مخاطبشون در عراق حکومت اقلیم کردستانه. این نشون میده که این دولتی که الان هم در حال تشکیل شدنه، هنوز از نقطه نظر غربی ها مشروعیت کامل و یا توانایی و ظرفیت و اعتماد کامل رو نمیشه بهش کرد که این کمک ها رو به دست اون رسون و به جای اون دارن کمک ها رو به دست حکومت اقلیم کردستان میرسونن، کمک تسلیحاتی و کمک های حمایت های قضایی و لوجستیکی رو دارن به این میرسن. در این اوضاع و احوال شخصا زیاد خوشبین نیستم که اوضاع عراق در کوتاه مدت رو به آرامش بذاره. باید شاید دید چه اتفاقی میفته. داعش این همه مناطقی رو که تصرف کرده، به نظر نمیرسه به آسونی و قبل از یک کشت و کشتار و خونریزی تحویل دولتی، اگر یک دولت متحد در عراق تشکیل بشه، بده به این آسونی. و از طرف دیگر به عنوان آخرین نقطه، حیدر عبادی چقدر آماده است که سهم سنی ها رو در عراق بده و سهم کردها رو
که طی چند هفته گذشته تا مرز استقلال و خواست استقلال پیش رفتن چقدر آماده است سازش بده و با اینها چه معامله‌ای رو صورت میده؟ آیا حاضر ماده 140 رو در قانون اساسی که مناطق بینابینی رو باید در اختیار کردها بذاره قرار بده؟ آیا حاضر یک نوع خودمختاری محلی رو در مناطق سنی نشین عراق تحت رهبری بعضی‌های قدیمی و عشایر به رسمیت بشناسه تا اونا رو با خودش متحد بکنه علیه نیروهای داعش؟ همه اینها پرسش هایی است که به نظر من در این لحظه‌ای که ما با هم هستیم پاسخش روشن است. بله، با سپاس از شما رفیق فرهاد شعبانی گرامی. برمیگردیم به نفر سوم میزه گرد، رفیق توکل. با خوش آمد به شما. همین سوال مشترک رو از شما داریم که نظر شما رو در ارتباط با مسئله‌ای که داره رخ میده، یعنی نخست وزیر جدید عراق حیدر عبادی و تأثیری که بر بحران سیاسی و جنگ داخلی عراق داره، نظر شما رو میشنویم. بفرمایید، میکروفون با شماست رفیق توکل. من هم خدمت شما و مهمانان عزیز و بینندگان گرامی تلویزیون دموکراسی شورایی درود میفرستم. به باور من در عراق خانه از پای بست ویران است و اکنون خیلی دیگه دیر شده که بخوان آرامشی در عراق ایجاد بکنن یا حقوق بخش های از مردم عراق رو به رسمیت بشناسند و اون چه که پیش آمده باش مقابله بکنند. یک نیروی فوق ارتجایی به نام داعش در بخش های وسیع از عراق مسلط شده و در چنین شرایطی هست که ادعا میشه تغییر نخست وزیر میتونه اوضاع رو حداقل بهبود ببخشه. به باور من اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست، به خصوص در مقطع کنونی. علت چمی است؟ اولا این خودش از قدرت کافی در درون حتی گروه های شیعه عراق برخوردار نیست. این رو قبلش اشاره بکنم که در یک دولتی که پایش بر تقسیم قدرت بر اساس مذهب، ملیت، قومیت و اینا بنا گذاشته شده باشه، بحران ذاتی یک چنین دولتی و وقتی که به سر کار به اختلافات میکشه روشن هسته که این تشدید خواهد شد و بهبود نخواهد داد. حالا دلایلش هم بعد بهش اشاره میکنم. این آقایی که آمده در درون خود گروه های شیعه هم از پشتیبانی لازم برخوردار نیست. گروه های مختلف شیعه هر کدوم دار دسته های خاص خودشون رو دارن، منافع خاص خودشون رو دارن. این باید اون منافع اونها رو در نظر بگیره. طبیعی هست که بخواد منافع اونها رو در نظر بگیره، به خصوص با اون دستگاه دولتی که مالکی ساخته. یک دستگاه دولتی کاملا فاسد و وابسته به گروه خودش. در چه این شرایطی امکان پذیر نیست بتونه کاری از این جهت بکنه. این باید مثلا تابع سیاست های اونها باشه. خب میخواد با کردهای عراق چه کار بکنه؟ میخواد اون چیزها، اختلافاتی که وجود داره به طور واقعی وجود داره اونم حل بکنه؟ از این قدرت به نظر من برخوردار نیست. من به همون عدت هایی قبل از این بهش اشاره کردم. سر مسئله کرکوک میخوام چه کار بکنم؟ سر مسئله درآمدهای نفتی میخوام چه کار بکنم؟ آیا از اون قدرت برخوردار هست که تصمیم بگیره؟ این احتمال رو نمیشه نفی کرد که چون هم کردهای عراق و هم شیعیان عراق که اینها نمایندگیشون میکنن در مقابل یک دشمن مشترک قرار گرفتن، اندکی به صدر مناسباتشون بهبود پیدا کنه، اونم زیر فشار آمریکا، زیر فشار جمهوری اسلامی که خودش بازنده این ماجرای عراق هست. اما اصل مسئله این هست که سنی ها دیگه کی هستن؟ الان سابق بر این میشد گفت که سنی هایی که گرایشات مثلا سکولار دارن در میان سنی ها نفوذ دارن و آمریکا رو اونها حساب میکرد. امروز وضعیت متفاوت از اون دوران. امروز واقعیت قضیه رو باید پذیرفت که بخش وسیع از مردمی مناطقی که داعش تصرف کرده
تحت نفوذ اون هستن. دیگه وضعیت متفاوت هست با اون چیزی که قبل از این وجود داشته. و داعش پایه مثلا سازش دولت اسلامی واسه خودش تشکیل داده و روشن هست که اصلا سازش و مذاکره و این حرفا رو قبول نداره. بنابراین از نظر من این دولتی که وجود آمده دولت جنگه، نه دولت صلح و سازش و صفا. نیمی از عراق، کمتر از نیمی از عراق دست دولت اسلامی عراق و شام هست، نیمیش دست شیعیان عراق هست و یه بخش هم دست کردستان. این دولت، دولت امتیاز و صلح و سازش و اون چیزا نیست. بنابراین به نظر من هم همونجور که رفیق شعبانی هم مثل به اشاره کرد، نه فقط در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت هم من هیچ چشم‌اندازی نمی‌بینم که این بتونه اوضاع عراق رو کنترل بکنه. بله، با سپاس از شما رفیق توکل عزیز. اجازه بدید دور دوم سوالا رو که سوالات مشخصتری هست با شما آغاز بکنیم، چون در ادامه صحبت‌های شما من مشخصا سوال من در همین ارتباط هست. توازن قوای سه جبهه موجود رفیق توکل، یعنی دولت مرکزی، اقلیم کردستان و داعش در عراق رو در لحظه کنونی چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. ببینید، وقتی که امپریالیسم آمریکا و متحدینش به عراق لشکرکشی کردن و خواستن در اونجا مستقر بشن و دولت تابع خودشون رو وجود بیارن، در واقع یک نوع توازن سیاسی وجود آوردن که اساس این رو شیعه تشکیل میده. اساس قضیه این هست و تمام مثلا تکششون هم روی این گذاشتن. بنا به قرار و مدارهایی که از دوران جنگ جهانی اول حتی میگم وجود داره سر مسئله مثلا کردستان، در یه محدوده مثلا یک سری عموم هم واسه یه کردهای مثلا عراق به رسمیت شناخته بودن و اینو میدونیم که توی جریان جنگ خلیج و بعد وقایع بعدی رو هم این رو مثلا پذیرفتن. در واقعیت هم سنی ها رو جز این که فقط مثلا یک تعدادی از اینها در کابینه شرکت داشته باشن به بازی نگرفتن. نزدیک 30-35% از مردم عراق رو سرکوب کردن، حقوقشون رو بهشون ندادن و ما میدونیم که چه جنایاتی مثلا در اون دوران به وقوع پیوست در مناطق سنی نشین، به این عنوان که همون تقسیمی کردن، سنی هستن و طرفدار بعثی ها و این مردم رو در روی مثلا خودشون ها میدونیم که در این سال ها تماما یک لحظه عراق آرام نگرفت. محاذا یک توازن شکننده رو وجود آورده بودن. آمریکا که از اونجا رفت، جمهوری اسلامی جناحای مثلا شیعه رو تقویت کرد، باقی مونده یه مثلا به اصطلاح سنی ها نمایندگان مثلا سنی نرم رو بیرون، همون مثلا تلاش هاشو علیه مثلا اون اقلیم کردستان هم تشدید کرد و شعارهای علیه اونها رو. در واقع جمهوری اسلامی پشت المالکی بود. روشن بود که اون توازنی که به وجود آمده بود با این سیاست ها، اون توازن درزان میبایستی در هم بشکنه و در هم شکست و با حمله که داعش کرد و یک تعدادی مثلا از شهرها رو به خصوص موسم رو اشغال کرد، اون توازنی که قبلا در عراق وجود داشت اون توازن شکست، تموم شد، اون توازن دیگه احیا شدنی نیست. واقعیت قضیه نه اون چیزی که مثلا گاه توی تبلیغات گفته میشه، واقعیت قضیه هست که داعش در حال پیشروی هست. واقعیت قضیه این هست که این به اصطلاح سنی هایی که در بیهوقی قرار گرفتن، سرکوب شدن و تحقیر شدن، شما میتونی همین رو توی مصاحبه هایی که خود مردم به اصطلاح فراری کردن که چقدر این نیروی مسلح المالکی اونها رو سرکوب کرد و تحقیر کرد. حالا آمریکا اون مدت جای خودش به اتکای اینها اومد، به اتکای این توده مردم بود که داعش تونست
موسل و شهرهای مثلا دیگر رو برخیاشون هم از قبل در اختیار چون میتونیم بگیم که از ژانویه این ماجرا مثلا آغاز شد. آمده این دولتی که حالا تشکیل داده تحت عنوان دولت اسلامی عراق و شام، این یک پای مثلا قضیه هست که به سادگی این رو نمیشه کرد. این تمام توازنهای قبلی رو به هم زده، میباید از درون یک توازن جدید شکل بگیره. فاجعه بار در عراق اونجایی خواهد بود که دو نقطه درگیری خواهد بود که تعیین تکلیف کنه با توازن قوای جدید. یکی در بغداد خواهد بود و جنگی خونین و فاجعه بار در پیش خواهد بود، احتمالاً در کرکوک. این دو نقطه به چه علت میگم اینا؟ به این علت که ترکیب جمعیتی مثلا این دو منطقه، چون برخیشون منطقه است فقط به شهرشون محدود نخواهد بود، اینا ترکیب جمعیتی این امکان رو مثلا به این نیروهای داعش و دولت اسلامی و متحدینش خواهد داد. این که در این نقطه چه کسی بتونه یا چه نیروی بتونه ایستادگی بکنه و کدام نیرو مثلا پیروز بشه، به نظر من به یعنی تا حد زیادی واقعیت مثلا عراق و آیندهش رو تعیین تکلیف کرده باش، با توجه به همین مسئله که من اشاره میکنم که در عراق با توازنی که حتی مثلا بعد از این ماجرا پیش بیاد یک جنگ داخلی دراز مدتی خواهیم داشت. شیعیانی که از حمایت جمهوری اسلامی به خصوص در مناطق جنوبی برخوردار هستن هرگز آیش نمیتونه اینا رو نابود بکنه. کردهایی که سالهای سال مبارزه کردن و جنگیدن اینا ممکنه مثلا حتی مثلا شهرهایی رو از دست بدن، ولی اینها نابود نمیشن، اینها نیروی رو در روی مثلا داعش و دولت. بنابراین اون چی که من در اونجا میبینم با توجه به این تحولاتی که شکل گرفته، با توجه به توازن قوای قبلی در هم فروری، آنچه که چشمنداز مثلا عراق رو تصویر میکنه در توازنهای جدید یک جنگ داخلی دراز مدت هست در عراق، به مراتب وحشیانه تر و بدتر از اوضاع سوریه. بله، با سپاس از شما رفیق توکل عزیز. اجازه بدید دومین سوال رو از رفیق حبیب ریاهی از سازمان راه کارگر داشته باشیم. رفیق حبیب ریاهی، به نظر شما با توجه به اوضاعی رو که رفقا تو همین میزه گرد بهش دارن اشاره میکنن، نظر شما چشماندازی برای بقای جریانی به نام داعش در این کارزاری که به وجود اومده اصلا موجود هست؟ به شما گوش میکنیم، بفرمایید. باید بگم که با کمال تأسف بله، چشمانداز برای داعش هست. اولا داعش همونطور که دو مهمان قبل عزیزمون اشاره کردن الان جو بخش وسیع از عراق رو در اختیار داره و حتی اگر ارتشی جمع جور بشه و منسجم بشه و اون رو هم از عراق بیرون بکنه، برمیگرده به پایگاه خودش در سوریه. دلایلی که برای این مطلب من دارم به این صورتی که اولا داعش ثروتمندترین گروه تروریست یا گروه اسلامی هست که الان در منطقه وجود داره، حتی میشه گفت در سطح جهان. قبل از اینکه اصلا به موسل حمله بکنه 875 میلیون دلار ثروت نقد داشت. در سوریه حوزه های نفتی در اختیار داره که قبلا تصفیه کرده، ماهانه از اونها درآمد داره، به لحاظ مالی کاملا تثبیت شده است. یک نکته دوم اینه که یک سازمان نظامی ورزیده است که تحرک بسیار سریعی داره، در همه جا میتونه حضور داشته باشه. سوم اینکه داعش یک نیروی فراملی است و هر زمانی میتونه حتی اگر از سوریه هم اخراج بشه یا به ترتیبی شکست بخوره، نیروهای فراملیش رو تو کشورهای دیگه سازمان بده. از طرف دیگه الان خود بقای داعش در عراق مسئله خیلی
روشنیه که اون الان توی عراق حضور داره. اگر همین جنگ‌های داخلی که رفع توکل هم به اون اشاره کرد هم به وجود بیاد، اون سلاح‌های سنگین داره در اختیارش و میتونه از خودش دفاع بکنه. نیروهایی از مردم عراق همچنان پشت سر اون هستن. یادمون باشه که در همین کردستان چند وقت پیش یه سری تظاهراتی به نفع داعش شد که جلال طالبانی اونجا، حزب دموکرات کردستان اونجا مجبور شد تظاهرات رو ممنوع اعلام بکنه و همه جا زمینه فعالیت و زمینه رشد داره. سومین نکته اینه که داعش حاصل بستر اجتماعیه که طی دهه ها حکومت‌های فاسد و دیکتاتور و مستبد در کشورهای مختلف به وجود آوردن. یعنی بی‌خانمانی، بیکاری، فقر و فلاکتی که تمام این کشورهای خاورمیانه رو در بر گرفته زمینه بسیار مساعدیه با در نظر گرفتن اینکه این کشورها همه نیروهای دموکرات و آزادی‌خواه رو طی سال دهه‌ها از بین بردن و این نیروهای تاریک اندیش اونجا بستر بسیار مناسبی برای داعش هست که از اونا یارگیری کنه و هر جا میتونه حرکت کنه. و نکته بعدی هم اینه که داعش در ارتباط با بقیه گروه‌های تروریست در سراسر دنیا هست، میتونه هر جایی حضور پیدا بکنه، از اونا کمک بگیره و دوباره از یه نقطه دیگه در خاورمیانه شروع کنه. نقطه پنجم اینه که کشور این حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری با این به این گروه‌ها نیاز دارن. ما دقت کردیم که طی این سال‌ها استفاده ابزاری هم ارتجاع منطقه از اینا کرده و هم ارتجاع امپریالیستی. در واقع داعش رو عربستان سعودی به وجود میاره، بندر بن سلطان اون رو به وجود میاره، میفرسته سوریه برای اینکه مبارزه کنه با بشار اسد، بعد قدرت پیدا میکنه، برمیگرده. همین وضعیت رو اگر دقت کرده باشیم ما امپریالیست در افغانستان و پاکستان و مخصوصا افغانستان داشت، یعنی نیروی رو علم کرد برای مبارزه با اردوگاه سوسیالیستی. بعدن که مجاهدین اونجا و طالبان اونجا شکست دادن یا اون اردوگاه فرو پاشید، ما دیدیم که این نیرو اونجا به حال خود رها شد. اشتباه اساسی که میبینه آدم توی برخورد ارتجاع منطقه و ارتجاع امپریالیستی این قضیه است که این نیروها رو تربیت میکنن، آموزش میدن، این نیروها رو یادشون میدن چطور سرزمین ها رو تسخیر کنن و بعدن هر جایی که دلشون نخواست اونو بل میکنن میرن. اما این نیروهای مثل داعش بستر اجتماعی که دارن رو ازش استفاده میکنن و از اون تاریک اندیشی، ایدئولوژی تاریک اندیشی که دارن از اون استفاده میکنن و باز نیرو میگیرن. فساد دیکتاتورها و حکومت‌های دست نشانده آمریکا مشخصاً به این صورته که گروه‌هایی مثل داعش، الشباب، بوکو حرام و امثال هم با خود حکومت‌ها ارتباط دارن. خوب ما به این نکته توجه بکنیم که همین 200 نفری که بوکو حرام در نیجریه رو بود و 200 دختر مدرسه‌ای که در نیجریه رو بود و برد روزی انجام داد که ارتش اونجا حضور نداشت. الان طی گزارشاتی که در چندین روزنامه خارجی آمریکایی اومده این که یک چند نیروی جاسوس خود این بوکو حرام در خود ارتش نیجریه داره. میخوام از این نتیجه بگیرم که اساساً گروه‌هایی مثل داعش گروه‌هایی هستن که به این سادگی در دراز مدت، کوتاه مدت که هیچی میان مدت هم هیچی، تا این نظام جهنمی مناسبات بین المللی به این صورت که الان هست وجود داشته باشه، به نظر من جریاناتی مثل داعش حالا ممکنه 4 روز دیگه یه جای اگر اینجا چه کس ها یه جای دیگه با اسم دیگه
سر در بیاره، ولی از بین رفتنی نیستن. بله، با سپاس از شما رفیق ریاهی. بر میگردیم به رفیق فرهاد شعبانی و دومین سوال رو و آخرین سوال این میزگرد در این برنامه دوشنبه و باقی ادامه این میزگرد رو، صحبتها رو، مصاحبه رو با رفقا رو میذاریم توی دور بعد گفتگو که روز چهارشنبه خواهد بود. دقایق پایانی این مصاحبه قرار داریم. رفیق فرهاد شعبانی، آیا شما احتمال تجزیه کشورهای مثل عراق و سوریه رو در چشمانداز میبینید؟ این رو برای بینندگان ما توضیح بدید. بفرمایید رفیق فرهاد شعبانی. بله، خدمتتون عرض بکنم که من به این پرسش پاسخ میدم، ولی ما در حالی داریم با هم دیگر صحبت میکنیم که این دو کشور عملا تجزیه شدن. آیا بهتر نبود بگیم آیا چشمانداز اتحاد مجدد دو کشور عراق و سوریه وجود داره؟ واقعیتش اینه، من آیا با این توضیحی که در ما در پاسخ به پرسش اول شما دادیم در رابطه با خود دولت عراق، دولت ضعیفی که در حال حاضر فقط بغداد و بصره و کربلا و نجف رو در نمایندگی میکنه و بخشای دیگر عراق در کنترلش نیست، برای متحد کردن این بخشا باید دست یک عملیات خونین زده بشه، آیا این دولت عملا تجزیه نشده؟ آیا کشور عراق تجزیه نشده؟ به باور من اگه بحثی در رابطه با وحدت و در رابطه با این کشورها وجود داره، بحث وحدت مجدد این کشور هست. سوریه هم دیگه، سوریه رو شما نگاه بکنید، الان کردستان سوریه رو کردها اداره میکنن. حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه با 50,000 نیروی مسلح آماده در وحدت با نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه یعنی پکاکا که جفتشون در تحولات اخیر منطقه کردستان عراق، شنگال و دوروبر و اینا، یک نیروی کاملا متحرک و محرک در بازپسگیری بعضی از مناطق و در عقب نشینی کردن نیروهای داعش بودن. اونا کردستان سوریه رو دارن اداره میکنن. نیروهای داعش بخشی از سوریه رو داره تحت کنترل خودش رو داره، رقه و برخی از مناطق حلب رو. همین دو روز پیش بود که دو تا شهرهای دیگر اطراف حلب رو داعشی ها به کنترل، یا حکومت اسلامی، خلافت اسلامی به کنترل خودش در آورده و بخشی از خاک سوریه در اختیار نیروهای ائتلاف ملی سوریه هستش. در عراق هم همچین وضعیتی رو داریم. کردستان در اختیار حکومت محلی کردستان عراقه. استانهای چهار، استان نینوا، دیاله و صلاح الدین و موسل هم در اختیار نیروهای داعش و بعضی های قدیمی و عشایر و مرکز هم در اختیار اوناست. بنابراین حقیقتش اینه، ما چه بخواییم، به عنوان کمونیست‌ها داریم در این رابطه صحبت میکنیم، ما طرفدار وحدت طبقه کارگر علیه بورژوازی در کشورها هستیم و این واقعیت انکار ناپذیره، اما با وجود این همه اینها، این کشورها عملا تجزیه شدن، عملا تقسیم شدن به طور دوفاکتو و خواسته یا ناخواسته. این دو کشور سوریه و عراق تقسیم شدن. اگر فکری هست، اگر اندیشه ای هست، اگر نیروی رادیکال چپ، آزادی خواه، سکولار و کمونیست در این کشورها وجود داره، باید تلاش بکنیم برای وحدت طبقه کارگر این کشورها، نیروهای آزادی خواه، نیروهای سکولار این کشورها، برای وحدت مجدد این کشورها که به نظر من در چشمانداز یه مقدار دوره. این واقعیت شما طی چند سال گذشته رفقا اشاره کردن، رفیق توکل اشاره کرد به این قضیه، ما در عراق شاهد خونریزی هایی بود بی سابقه ای بود که از خونریزی های یوگسلاوی خیلی خیلی شدید تر بود. القاعده از یک طرف، سنی ها از یک طرف، شیعه ها از یک طرف، و همچنین تنها کردستان بود که تا این اواخر تونسته بود که یه ثباتی رو حفظ بکنه و این ثبات با حمله داعش به بخشی از مناطق کردستان در حال حاضر مقداری به هم ریخته. بنابراین میخوام اینو بگم که چشمانداز قانونی فعلا در دستور نیست، اما تجزیه قانونی، یعنی عملا اون سیاستی که جو بایدن بعد از حمله آمریکایی‌ها به عراق در پیش گرفت،
عراق رو تبدیل بکنن به سه منطقه کردنشین، سنی‌نشین و شیعه‌نشین، گرچه از نقطه نظر حقوق بین الملل این هنوز به رسمیت شناخته نشده و به رسمیت هم نمیخوان بشناسن، با توجه به منافع کشورهای بزرگ و همچنین منافع کشورهای منطقه‌ای، اما عملا متاسفانه هم سوریه تجزیه شده و هم عراق تجزیه شده. باید دید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد در تعاملات بعدی در این کشور. بله رفقای گرامی، حبیب ریاهی، فرهاد شعبانی و توکل، به دلیل محدود بودن وقت برنامه امشب ادامه این بحث و گفتگو رو به برنامه روز چهارشنبه موکول میکنیم. از شما برای این مصاحبه تشکر میکنیم و وقتی رو که در اختیار ما و بینندگان تلویزیون دموکراسی شورایی قرار دادید برای شما آرزوی موفقیت میکنیم و به شما خسته نباشید میگیم. منم به سهم خودم از شما رفقای عزیز برای ترتیب دادن این گفتگو و یا این مناظره عمیقا سپاسگزارم. منم سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. درود بر شما. ممنون از رفقایی که این برنامه رو ترتیب دادن و رفقایی که در این گفتگو شرکت کرد. بله بینندگان گرامی، ما اکنون به پایان برنامه